برام خدا و عرض سلام با خبرهای ساعت 6 خوش آمدید. یک شنبه هفتم حسد اسار 397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 29 جولای سال 2018 میلادی. در نخست سرخط چند خبر مهم. هشدار رهبران حکومت و فساد پیشگان در کشور. نگرانی از افزایش تحرکات طالبان در ولسوالی های ماورای کوکچه تخار. در معرض فروش قرار گرفتن دو کودک از سوی مادر در کابل. ایجاد سهولت برای بخش خصوصی از بهره سرمایه گذاری در تصدی های دولتی. با جان باختن 6 پناهجو از اثر واژگون شدن یک قایق در آبهای ترکیه. مشروع خبرها. عبدالله رئیس اجرایی حکومت تماس کشورهای گوناگون با طالبان را سودمند میداند و می افزاید که این تماس ها در گذشته هم بود و در آینده هم ادامه خواهد داشت. اما به گفته وی فیصله سرنوشت افغانستان مربوط شهروندان کشور است. آقای عبدالله در حال این گفته ها را بیان می کند که معاون وزارت خارجه امریکا چند روز پیش با اعضای کمیسیون سیاسی طالبان در قطر دیدار و گفتگو کرد. احمدشکی محمدی. صلح افغانستان و گفتگوهای در حال جریان در این زمینه، آلیس ویلز معاون وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در بخش آسیا چند پیش با اعضای کمیسیون سیاسی طالبان در شهر دوحه قطر در مورد صلح و سرنوشت افغانستان دیدار و گفتگو کرد، گفتگویی که طالبان نیز آن را تایید کردند. حالا عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور اینجا در نشست در کابل این گفتگوها را سودمند دانسته و میگوید این گفتگوها از بهر زمینه سازی گفتگوهای طالبان و حکومت افغانستان انجام می شود. اما وی فیصله سرنوشت افغانستان را وابسته به شهروندان کشور می داند. تماس هایی که با گروه طالبان از طرف کشورهای مختلف صورت می گیره می تماس ها را مفید می دانم. در گذشته هم بوده، در آینده هم خواهد بود، اما بحث فیصله سرنوشت مربوط به مردم افغانستان است. و دری هیچ کس هم ادعایی را نکرده که در مورد سرنوشت افغانستان با گروه طالبان مذاکره صورت میگیره. همزمان با این روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام های امریکایی که نخواستن نامشان افشا شود نگاشته است که واشنگتن از کابل خواسته است تا نظامیان افغان را از بخش های دور افتاده و کم نفوذ بیرون سازد. خواسته که به گفته این مقام ها هدف آن دور ساختن این نظامیان از بخش های نامسئول و تمرکز آنان بر مناطق پر جمعیت است. مسئولان در کاخ ریاست جمهوری و قصر سپیدار نمی خواهند در این مورد چیزی بگویند، اما وزارت دفاع ملی هرچند رسما این خواست امریکا را تایید نمی کند ولی از عمل شدن این برنامه از چند به این سو از سوی این نهاد سخن می زند. این چند سال است که ما همیشه اعلام کردیم که قطعات خود ما از محلات غیر ضروری بر محلات جابجا میکنیم که در اونجا ضرورت است، اجتماع افغانستان است، محلات اقتصادی و اجتماعی است. ولی آیا مناطقی که از حضور نیروهای دولتی خالی شوند، گروه های شورشی در آنجا مستقر نخواهند شد؟ هیچ جای برای هیچ کسی رها نمیشه و ما در تمام جغرافیای افغانستان کنترل خواهیم داشت و این کنترل بهتر میشه از محلات سوق الجیشی که به اساس استراتژی تعیین شده هدایت و رهبری شده. با این همه گفتگوها در حال میان امریکا و طالبان صورت میگیرد که این گروه از گفتگوها با حکومت افغانستان ابا ورزیده و خواهان انجام گفتگوهای مستقیم با واشنگتن درباره صلح افغانستان شدند. فساد سبب فتنه شده و فتنه سبب فاجعه و سرانجام عامل از بین رفتن نظام می شود. رئیس جمهور غنی می افزاید که یک حلقه کوچک مفسد سبب بدنامی 30 میلیون افغان شده که باید جلو آنان در کشور گرفته شود. رئیس اجرایی حکومت نیز هشدار می دهد که اگر جلو فساد اداری گرفته نشود این کشور با بحران جدی روبرو خواهد شد.
نشست دو روزه صدای منبر بر ضد فساد اداری امروز پایان یافت. رئیس جمهور غنی میگوید نهادهای عدلی و قضایی با تطبیق قانون باید مانع فسادکاران در کشور شوند، زیرا فساد سبب فتنه و فتنه عامل از بین رفتن نظام خواهد شد. یا محدود دلی دپاره 10 میلیون انسان و شورت بزمکت 10 میلیون افغانان فاسد دی یا اول اقلیت فاسد تاس قضاوتو. رئیس اجرای حکومت به این باور است که فساد از بین برنده حکومت است و اگر جلوان گرفته نشود کشور با بحران جدی روبرو خواهد شد. تقویت فساد باعث ضعیفتر شدن حکومت میشه. ناامنی اگر تأثیر داره بالای فساد، اما خود فساد هم ناامنی میاره. در این حال دادستان کل از نقشه راه دقیق در امر مبارزه با فساد اداری سخن میزند. کار ما از این به بعد آغاز میشه. ما یک نقشه راه دقیق برای همکاری مردم، به خصوص همکاری علما، در امر مبارزه با فساد اداری، در امر آوردن اصلاحات در تمام بخش‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد و همکار هستیم. شماری از استادان دانشگاه نیز میگویند فرهنگ فساد اداری در کشور از سوی خارجی‌ها رایج شده است. چند میلیارد دلار از خارج به زیر عنوان مبارزه علیه مواد مخدر به افغانستان سرازیر شد، کجا رفت؟ بلکه پروژه است که خودشان می سازن. این نشست با صدور قطعنامه 8 ماده‌ای از سوی آلمان دین پایان یافت و رشوه گیرنده و رشوه دهنده متخلف قانون دانسته شده و از حکومت خواسته شد تا با مرتکبانان برخورد جدی شود. از ارگان‌های عدلی و قضایی کشور جدا تقاضا می نماییم تا بیش از بیش به مرتکبین آن برخورد شرعی و قانونی نماید. این در حال است که در گزارش سالانه سازمان شفافیت بین المللی در مورد فساد اداری در کشورهای جهان، از میان 180 کشور دارای فساد اداری، افغانستان در رده 4 این کشورها قرار گرفته است. طالبان قصد دارند ولسوالی های ماورای کوکشه را به حیث ولایت اعلام کنند. شماری از فرماندهان خیزش های مردمی می افزایند که طالبان با تخریب پل کوکچه می خواهند ولسوالی های دشت قلعه، خواجه غار، خواجه بهاودین، درقد و شماری از ولسوالی های دیگر ماورای کوکچه را ولایت اعلام نمایند. در این حال باشندگان تخار نگران سقوط این ولسوالی ها به دست طالبانند. پس از 13 سال آرامش ولسوالی های ماورای کوکچه گواه ناامنی ها است. فرماندهان خیزش های مردمی می گویند طالبان برنامه دارند که با تخریب پل کوکچه ولسوالی های ماورای کوکچه را ولایت اعلام کنند. اگر حکومت توجه خاص نبکنه ماورای کوکچه را سقوط بتن و اینا ولایت اعلان بکنند یا دیگه بکنند. دیگه ایجا نه قطع ما کدام بودو هست، نه کدام سرحدی هست، هیچ کسی که نیست در اینجا. در همین حال دست به دست شدن ولسوالی ها میان نیروهای امنیتی و طالبان در تخار سبب شده است که مردم نگران جان و مالشان باشند. فعلا ما مردم وضعی همین شهاری انقلاب رفته نمیتونیم، امنیت نیست سرکه ایمون. از سوی هم مقام های حکومتی در تخار میگویند به زودی عملیات را در ولسوالی های ماورای کوکچه از بهر پاکسازی طالبان راه اندازی خواهند کرد. عملیات‌های را در ولسوالی خود در دشت‌کلا و ماورای کوکچه آغاز شد. گفتنی است در ولسوالی‌های ماورای کوکچه نزدیک به 700 جنگجوی طالب حضور دارند. اینجا پل کوکچه است. پلی که 7 ولسوالی ماورای کوکچه را به هم وصل می‌کند. طالبان برنامه دارند تا این پل را تخریب کنند. در حال حاضر راه رفت و آمد ولسوالی دشت‌کلا با خوجه‌بودین بروی نظامیان بند است. مردم نگران وضعیت ماورای کوکچه هستند. شفیق پویا، تلویزیون خورشید، پل کوکچه. ریاست اجرایی میگوید که توزیع شناسنامه های برقی برای آنان مشروعیت قانونی ندارد و این روند باید توقف داده شود. اما اداره شناسنامه های برقی به این باور است که هیچ خلای قانونی در این روند وجود ندارد و توزیع این شناسنامه ها توقف داده نخواهد شد. 13 ثور سال روان بود که با گرفتن نخستین شناسنامه برقی از سوی رئیس جمهور غنی روند توزیع این شناسنامه ها آغاز شد. روندی که در همان روز
و ساعات پس از آن با مخالفت آقای عبدالله شریک او در قدرت به همراه شد. حالا که دست کم 4 ماه از آغاز آن گذشته و بیش از 4000 تن شناسنامه و بیش از 150000 تن برای گرفتن آن ثبت نام نمودند، نیز ریاست اجرایی میگوید توزیع شناسنامه های برقی برای آنان مشروعیت ندارد. تعداد دیدگاه های موافق دارند، تعداد دیدگاه های مخالف دارند. راه حل شنیدن و بحث و مذاکره با ایچی جان هاست و یافتن یک راه حل معقولی که رضایت همه را فراهم بکنه، نه نادیده گرفتن، نه تحمیل و نه هم تبعیض. اما اداره توزیع شناسنامه های برقی میگوید هیچ گونه خلای قانونی از بهره توزیع این شناسنامه ها وجود ندارد. اداره ما به اساس قانون نافذه و به اساس هدایت رهبری حکومت این پروسه ملی را آغاز کردند. هیچ گونه خلای قانونی وجود نداره. مخالفت قصر سپیدار و موافقت کاخ ریاست جمهوری در توزیع شناسنامه های برقی انتقادهای آگاهانه سیاسی را برانگیخته است. با باور آنان این دو شریک قدرت با موافقت و مخالفتشان یک روند ملی را به گروگان گرفتند. دولت مردای ما مکلف هستند تا این پروسه های ملی را به گروگان نگیرند، تا این پروسه های ملی را بینش تفکیک ایجاد نکنند. من حیث یک حربی سیاسی و یک بهانه‌ای که چون دیگه گزینه هایی ندارند با این می گزینه مردم را دور خود جمع کنند تا که برای انتخابات بعدی از او سود ببرند. هرچند روند توزیع شناسنامه های برقی هنوز هم از سوی ریاست اجرایی فاقد مشروعیت دانسته می شود، اما مسئولان این اداره می افزن به زودی در ولایت های بلخ، هرات، قندهار و ننگرهار روند توزیع شناسنامه های برقی آغاز می شود. ناداری سبب شده است که مادر دو دلبند شادر کابل در بدل 45 و 50 هزار افغانی به فروش بگذارد. زلفیه که مادر 7 کودک قد و نیم قد است میگوید که از بهر ستمهای شوهرش و زنده نگه داشتن فرزندان دیگرش با این کار متوسل شده است. سوی هم دختر بزرگ این خانواده میگوید که حکومت و بازرگانان به خاطر خدا با آنان کمک کنند تا از فروش خواهرانش جلوگیری شود. زبیولا دورندیش گزارش میدهد. پایتخت شهری که با وجود داشتن خانه های باشکوه و افراد ثروتمند هنوز هم ناداری گسترده در آن بیداد می کند. بوی فقر، بغض و سکوت اندوهباری در این خانه پهن است. فضای اندوهگینه که تا لحظات بعد ممکن است دو دلبند خانواده را از آغوش پرمهر مادرش جدا سازد. در گوشه ای از شهر کابل دشواری روزگار خانواده ای را واداشته است تا از بهر زنده ماندن کودکان دیگرش دو دختر معصومش را به فروش بگذارد. کودکانی که ناخواسته وارد این دنیا شدند و ظاهرا نمی توانند پس از این به بازی های کودکانهشان در آغوش خانواده بپردازند. زلفیه بانوی که نزدیک به 2 ماه پیش از بهر ستم های همسرش از سمنگان به کابل آمده است، از تنگ دستی و نداشتن کرایه ماهوار خانه ناله می کند. وی که مادر 7 فرزند است میگوید ناداری سبب شده است تا دو دخترش را به بهای 45 و 50 هزار افغانی به فروش بگذارد. این بانو عامل این همه بدبختی را کارهای بد شوهرش میداند. ای خدا روزی معمق باشم، خدا و هم نمک فرزند دادی و از تو که زیاد امید داشتم مجد نداشتم میگفتم که خیر از آرمان دلم برامد. دخترک 9 ساله‌ای که در معرض فروش قرار گرفته با چشمان اشکبار و گلوی پر از عقده دامان مادرش را رها نمی کند. شاید ترس از دست دادن مادر و بستگانش برایش سخت است. راضی هستی که از مادرت دور شی؟ نه. اندوه بارتر از همه ناله های کودک دیگر این خانواده است که از شدت گرسنگی معصومانه می گرید. هیچ نمیخوایم، غریب هستیم، بدن رفت. کجا رفت؟ دندز رفت، پیسه را گرش رفت. با وجود درد فروش خواهران و غم سفره خالی، اشتیاق عجیب خدمت به وطن در ذهن و ضمیر این دختر درد کشیده جرقه میزند. آرزو داریم که یک چیز شویم، وطن خود خدمت کنیم. این خانواده خواستی از حکومت و بازرگانان نیز دارد. اول خدا دیند و امید شما
مسلمان هستیم، قدر یک دیگری ما رو نفهمیم، دادار یک دیگری ما نرسیم، از این که چی مشکل چی هست. با این همه این تنها خانواده‌ای در کابل نیست که از بهر ناداری تصمیم به فروش کودکان خود گرفته است. قبلا خانواده‌های دیگری در پایتخت آماده فروش کودکانشان شده بودند. پیش از این نیز حکومت گزارش کرده بود که 54% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. و حالا وقفه کوتاه. ادامه خبرها. پس از این بخش خصوصی می تواند به گونه مستقیم در تصدیه های دولتی سرمایه گذاری نماید. مسئولان ریاست تصدیه های وزارت مالیه می گویند که در حال حاضر 25 تصدی با وجود داشتن امکانات، فرصت ها و جایدادهای فراوان در چند سال پسین هیچ سود برای دولت نداشته است و انتظار می رود که با مشارکت بخش خصوصی این تصدی ها از پردرآمدترین منابع برای حکومت باشند. بر بنیاد آمارهای وزارت مالیه در 16 سال پسین به دلیل نبود راهکار مشخص و مدیریت منظم از سوی حکومت در تصدی ها از میان 40 تصدی فعال 25 تصدی با وجود داشتن امکانات و جایدادهای فراوان از فعالیت باز مانده است و در حال حاضر این تصدی ها هیچ سودی برای دولت ندارند. مسئولان ریاست تصدی ها میگویند بر بنیاد راهکار تازه‌ای که به تازگی از سوی حکومت آماده شده بخش خصوصی میتواند از طریق مشارکت عامه و خصوصی در تصدی های دولتی سرمایه گذاری نماید. در هر بخش های مختلف اگر سکتور خصوصی علاقه داشته باشه با مو بخش کوشش میکنیم با او با تفاهم برسانیم و یک جای با سکتور خصوصی بتونن که اجراءاتی و فعالیت هایی را که تصدیه مکلف است که به پیش برن دو رابطه پیش بریم. ما مطمئن هستیم که با تعهدی که سکتور خصوصی دی قبال داره ما میتونیم که یک ظرفیت مدیریت و رهبریت بسیار درست را به وجود بریم تا این از سرمایه ملی استفاده موثر صورت بگیره. اعضای بخش خصوصی میگویند در صورتی که حکومت بتواند فضای مناسب سرمایه گذاری ها را در تصدی های دولتی فراهم سازد بخش خصوصی آماده است تا سرمایه گذاریش را در این بخش آغاز نماید. سکتور خصوصی آماده است در هر بخش فعالیت های خود وسعت بتن، سرمایه گذاری های جدید صورت بگیره و مهمتر از همه ایست که باید یک اعتماد کامل وجود داشته باشد، یعنی سرمایه گذار مطمئن باشه که سرمایه گذاریش مسئول است و تضمین شده است. آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر 15 تصدی در بخش‌های تصدی مواد نفتی، مواد غذایی و تصدی بندرها در کشور فعال هستند و سالانه تا 20 میلیارد افغانی درآمد دارند و این درآمد برای رفع نیازمندی‌های این نهادها هزینه می‌گردد و فعالیت این تصدی‌ها سهم ناچیزی را در چرخش اقتصاد کشور به عهده دارد. و با سرگرفتن قراردادهای وزارت معادن در بخش استخراج سنگ مرمر تا کنون هیچ قرارداد با بخش خصوصی انجام نشده است. بیشتر در گزارش از همکارم. هرچند وزارت معادن و پترولیم پس از 3 سال تأخیر روند بستن قراردادها را در بخش استخراج سنگ مرمر از سر گرفته است، اما به گفته اعضای شورای صنایع معادن و سرمایه گذاری به دلیل تأخیر چندین ساله وزارت معادن در حال حاضر 70% فعالیت کارخانه های پروسس سنگ مرمر ورشکست شده و بیشتر آنان سرمایه هایشان را به ترکیه و ازبکستان انتقال دادند. متقاضیان با شرایط قرارداد برای فعلا موافق نیستند. شرایط قرارداد دولت بسیار استریک ساخته، لویالتی را بسیار بالا برده، بنابراین متقاضیان تلاش می‌ورزند که از آدرس شورای عالی صنایع و سرمایه گذاری افغانستان با لابیگری و دیپلماسی با وزارت معادن کشور ما بتانیم امین موادات و شرایط را که اینا جدیدن وضع کردن بالای از او تجدید نظر کنیم. بیشترین فابریکات ما ماشینریشون بسیار مدرن است، پیشرفته است و میاری تولید میکنه. اما مسئولان وزارت معادن و پترولیم میگویند در حال حاضر شماری از پروژه های استخراج معادن مشخص شده و به شورای عالی اقتصادی فرستاده شده که به زودی قراردادهای آن با شرکت های خصوصی آغاز خواهد شد. تیم های سروی ما در ولایت هرات، ننگرهار، میدان وردک، غزنی، دایکندی، بامیان و پروان
رفتند تا ساحاتی که ظرفیت بالقوه هست رو تشخیص بکنه و اماده بسازه به پروسه‌های دولتی و به زودترین فرصت در این راستا ما قراردادهای خواهیم داشت. گفته نیز در حال حاضر کار استخراج معادن سنگ مرمر از سوی 25 شرکت داخلی در 5 کشور و کار پروسس این معادن توسط 108 شرکت دیگر در حال عملی شدن است و همکنون در آن بخش بیش از 60 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است. و حالا نرخ اسعار. خبرهای جهان. در نتیجه واژگون شدن یک قایق، حامل پناهجویان در آبهای ترکیه دست کم 6 پناهجو جان باختند. با گزارش خبرگزاری ریوترز، این قایق که حامل 16 پناهجو بود تلاش داشت تا خود را به یونان برساند، اما در نیمه راه واژگون گردید. گارد ساحلی ترکیه گفته است که 3 کودک نوزاد مشمول جان باختگان این رویداد هستند. در پای زمین لرزه با بزرگی 6.4 درجه در اندونزیا دست کم 15 تن کشته شدند. بر بنیاد گزارش ها این زمین لرزه بامداد امروز در منطقه جهانگردی در جزیره لومبوک واقع در شرق اندونزیا رخ داد. این جزیره تفریحی در 40 کیلومتری شرق جزیره بالی واقع شده است. در نتیجه آتش سوزی بزرگ در ایالت کالیفرنیا آمریکا دست کم 5 تن کشته شدند. بر بنیاد گزارش ها 2 کودک همراه با مادر و مادر بزرگشان مشمول جان باختگان این رویداد هستند. در روز پیش نیز هم 2 آتش نشان در جریان انجام ماموریت کشته شدند. مقام های نجات گفتند که دست کم 17 تن نیز در جریان آتش سوزی ها ناپدید شدند. این آتش سوزی بیش از 500 ساختمان را ویران کرده و ده ها ساختمان دیگر را نیز تهدید می کند. و مقام های اسرائیلی میگویند که تمیمی، دختر نوجوان فلسطینی که نوار تصویری سلی زدن او به صورت سرباز اسرائیلی خبرساز شده بود، پس از گذراندن دوره محکومیت 8 ماهه از زندان آزاد شد. بر بنیاد گزارش ها این دختر 17 ساله که از ماه دسامبر گذشته در بازداشت بود، در ماه مارچ سال روان با قبول اتهامات خود در دادگاه به تحمل 8 ماه زندان و پرداخت نزدیک به 1500 دلار جریمه محکوم شده است. و رسیدیم به پایان برنامه خبری این ساعت. ممنون از همراهی تان. شب شما خوش.